ماریو مونتی مأمور تشکیل کابینه جدید دولت ایتالیا شد. در پی کنارگیری سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا از قدرت، جورجو ناپولیتانو رئیس جمهور این کشور با سرعتی بی سابقه پس از 10 ساعت رایزنی با رؤسای مجلسین، رهبران احزاب و رؤسای سابق جمهوری، ماریو مونتی را رسما به عنوان نخست وزیر جدید ایتالیا مسئول تشکیل کابینه کرد. ناپولیتانو ابراز امیدواری کرد که مونتی بتواند بر مشکلات عظیم مالی و اقتصادی ایتالیا فائق شود. از فردا تا پایان ماه آوریل نزدیک به 200 میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی ایتالیا به سررسید قانونی میرسه و باید آنها تمدید بشن. مهمترین چالش پیش روی مونتی اجرای تدابیر جدید سختگیرانه اقتصادی است که هدف آن برون رفت از بحران مالی ایتالیا است. در برهه زمانی چنین دشوار و بحرانی برای ایتالیا، کشور ما باید از چالش‌های فراروی خود از جمله بدهی‌های عظیم دولتی پیروز خارج بشه. ساعتی پیش از آنکه مونتی رسما مأمور تشکیل کابینه شود، شماری از مردم با تجمع در برابر کاخ ریاست جمهوری به این انتخاب رئیس جمهور اعتراض کردند. میخوان مونتی را به عنوان نخست وزیر به ما تحمیل کنند. نخست وزیر باید منتخب مردم باشه، نه اینکه بانک ها و سرمایه داری بین المللی اون را انتخاب کنند. ایتالیایی ها از آن بیم دارند که نخست وزیر جدید با تشدید سیاست های ریاضت اقتصادی بر مشکلات معیشتی آنها بیفزاید. از این شخصیتی منفی مانند برلوسکونی از قدرت کنارگیری کرده خوشحالیم. اما به خوبی میدونیم که با رفتن برلوسکونی مشکلات عظیم اقتصادی کشور به این زودی ها حل نخواهد شد. مونتی اعلام کرد که تلاش خواهد کرد سه‌شنبه شب کابینه فنسالار دولت خود را معرفی کند. حمید معصومی نژاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رم.